دن به فرانسوی ها و به روس ها و به پاکستانی ها و به این و اون نبود. تونست با مردم خودش گاندی کنار بیاد، به اونها بگه چه میخواهند و چه باید بکنند. حالا شما میگید مگه شاهزاده 30 ساله نمیگه ما باید اتحاد کنیم، ما باید اله بکنیم، ما بله بکنیم؟ این با در صحنه بودن و در کنار مردم بودن فرق میکنه. باز به یه عده برخورد الان، وای 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 وای، باز داره بدتر و بدتر میشه. هر چی میکشیم از امثال شما ها میکشیم. هندوستان در استعمار انگلستان بود، گاندی و مردم هندوستان درش آورده. البته این امکان هم هست، میتونه امکان پذیر باشه که فردی از درون خود یک سیستم سر در بیاره، سر بر بیاره و اصلاحاتی رو از بالا و از درون دایره قدرت شکل بده. همه دنبال خاتمی بودن این کار رو بکنن، یا گول خوردن یا در همون پروژه خودشون کاتالیزور بودن، تکنسیانش بودن. بسیاری در خارج که ما اونها رو روشن فکران تراز اول کشورمون در تاریخ معاصرمون میدونیم، نظیر آقای داریوش همایون، نظیر همین اکثریتی ها، توده ای ها، دیدید چه کفی برای خاتم میزدن. الان چنان در کورنر قرار گرفتن نمیتونن دیگه جلو بیان و دوباره اون تبلیغات رو بکنن. ما کم جلوشون ایستادیم. این حماقت محض و یا خیانت محضه که شما بخواید مثلا بگید خاتمی با خامنه ای، خاتمی با خلخالی، خاتمی مثلا با رفسنجانی. تفاوت های ویژه داره. همشون دروغگوان، همشون پس فطرتن، همشون مفخورن، همشون در یک جا تحصیل کردن، از یه سوراخ اومدن بیرون و همشون حفظ و بقای این رژیم رو میخوان. بارها خاتمی مجبور شد بگه به همون بچه هایی که بهش رأی داده بودن، گفت اراسل و غبار تکون بخورین، میگم با پس گردنی در اون همون دانشگاه بندازنتون بیرون. قطعای زنجیری بگیر و بعدها جنایت ها در زمان خاتمی به اوج خودش رسید. لیکن بعد از 30 سال شناخت طبیعت واقعی این کثافت هایی که کشور ما رو اشغال کردن این دست نشانده ها، امید بستن به پدیدار گشتن این گونه دگرگونی باید از روی شناختی دقیق از ماهیت یک سیستم باشه. اگر ما هنوز ماهیت این سیستم رو نشناختیم و نشستیم منتظر دگرگونی در درون این رژیم هستیم که یکی از درونش رو از بالا بخواد بیاد دگرگونی ایجاد کنه، ابله هستیم و یا وابسته به این رژیم هستیم و یا نوکر اربابان این رژیم هستیم. چه زبونی با تو صحبت کنیم؟ به زبون روشنتر و ساده تر خدمتتون بگم، امید به دگرگونی از درون رژیمی اگر از روی شناخت نباشه، نه تنها امیدی واهی خواهد بود، بلکه خود مبارزه رو دچار انحراف میکنه. ببینید خاتمی نزدیک به 12 سال چگونه هم اومد رژیم رو نگه داشت و هم چگونه در برون مرز اختلاف و انشعاب ایجاد کرد و چگونه مزدوران وابسته به این رژیم تونستند نفوذ بکنن و خیلی از معیارهای مبارزه رو به هم بریزن. همین انحراف باعث شد مردم سرخورده تر بشن، مردم درب و داغون بشن. امیدهای واهی که بهشون داده شد، سناریوها، پروژه هایی که در خارج از کشور به درون ایران فرستادن، بیچارشون کردن، ناامیدشون کردن، سرخوردهشون کردن. هر پروژه دیگه ای که میاد مثل این ما هستیم، آدم تنش میلرزه. از هر طرف نگاه میکنی به نفع رژیم اسلامی است
و اونهایی که براش کیسه دوختند. نه آقای شهرام، اون تشریف بیارید بنده رو دعوت کنیم بشینیم راجع به این مسئله با هم حرف بزنیم. زمانی که در دانشگاه امیرکبیر، در دانشگاه شیراز، در طول دو سه سال گذشته هر روز در دانشگاه های ما مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر ولایت فقیه فوش میدن به احمدی نژاد در جلسه به یه آدم کش به یک مرد هزار تیر، ما اینجا میگیم ما سیاسی نیستیم، ما براندازی نمیخوایم، ما یه سری علف های هرز رو میخوایم تمیز کنیم. علف های هرز کیان آقای سردار بیگزاده؟ علف های هرز هم بچه هایی هن که باید برن که چراغ شناسایی بشن، گرفته بشن. شما هایی که هنوز به این رژیم و در درون این رژیم به امثال خاتمی ها و موسوی ها و کروبی ها و این گونه مسائل دل بستید، که دل بستگی شما از رو خیانت و از روی تعمد و میدونید دارید چی کار میکنید، شما هایی که هنوز منتظر تحول از درون هستید، باید از روی شناخت ذات گوهر این نظام کثافت تا به امروز اگر بیشعورترین انسانهای روی زمین باشید فهمیده باشید که شما از یک گرگ گرسنه نمیتونید این انتظار رو داشته باشید که یک بچه شیرخوارتون رو نزدیکش بذارید و برید و بگید امکان داره تحولی بشه، امکان داره دلش برای این بچه بسوزه نخورتش. درست همین مثالی که اومد یه دفعه مغزم بهتون گفت. برای دگرگونی یک نظام غیر قابل اصلاح، اونهایی که هنوز دارن روی این مسئله فشار میگذارد، اگر ناشی از نادانی محض نباشه بیشک از سر شیادی و مردم رو به اشتباه انداختن و خیانت پشت خیانتهای قبلیشون. تا به امروز دیگه کودنترین آدم ها مثل من هم فهمیدن که بحث اصلاحات و دگرگونی از درون در مورد حکومت یک پارچه چون جمهوری دست نشانده اسلامی که هر دانشجویی رو صد جور تفتیش عقیده میکنه و سپس به دانشگاه راه میده، تازه تو دانشگاه هم نمیذاره نفس بکشه، اساسا از همون روز اول حکومت اسلامی این بحث مرده بود. شما برید در شاهراه اطلاعاتی، برید در سایت پلتاک، توده یا اکثریتی یا انجمن سخنی که اون یارو مرتیکه خود فروخته خائن خشتک رئیسی ادارش میکنه، ببینید شروع کردن انتخابات بازی رو. من تمام اینها، من در طول 24 ساعت یک ساعت، یک ساعت و نیم میخوام. حالا یک سری سیابازی ها و شالاتان بازی ها و میتینگ ها و حالا بریم تو شیکاگو، حالا بریم تو واشنگتن، حالا جمع بشیم هم بستگی بکنیم، حالا اینا شروع میشه. باید هوشیار بود، باید قبل از اینکه این بازی ها شروع بشه کنترل رو در دست داشت. تحریم انتخابات در تمامیتش، تحریم تحریم تحریم، مردم مثلا باید گورست برن تو خونه هاشون بشنند. چه انتخاباتی؟ یه مش بی پدر و مادر 30 ساله مثل ریسایکل میره، این میره اون میاد، این میره اون میاد. پس در این صورت تنها راه دگرگونی از برون از مرزهای ایران، راه ایجاد چنین دگرگونی و حتی بهترین، مؤدبانه ترین، متمدن ترین، متمدنانه ترین نمونه و تجربه اون رو هم